امروز در استان خوزستان تعداد قابل توجهی از مردم در اعتراض به بحران کمبود آب آشامیدنی تجمع اعتراضی برگزار کردند. بنا به گفته شاهدان عینی، تعدادی از جوانان اهواز و آبادان در اعتراض به نبود آب آشامیدنی برای مردم منطقه، لوله‌های انتقال آب آشامیدنی به اصفهان و به ویژه به عراق را تخریب کردند. علی جوانمردی و جزئیات بیشتر در این باره. چالش بی‌آبی در استان خوزستان، به ویژه در شهرهای آبادان، خرمشهر و اهواز. فشار بر شهروندان که از ریزگردها و هوای گرم و ناسالم رنج می‌برند، افزایش یافته. مقامات دولتی بدون پذیرش مسئولیت، شرایط آب و هوایی اقلیمی را مقصر معرفی می‌کنند. ولی اکنون پیدا شدن لوله‌های آب شیرین و آشامیدنی آب کوتوند به اصفهان و به ویژه لوله مخفی صادرات آب شیرین آبادان به اماره و بصره عراق مردم را به شدت عصبانی کرده است. این تنها نمونه از صدای شهروندی است که برای صدای آمریکا ارسال کرده. واقعیتش اینجوریه، من یه آدمی رد شدم و خواستم صورتم بشورم و خدا شاهده، خواستم صورت دیدم آب شیرینه، خدا آب شیرینه. پس چرا آبی شور دوله های ما میاد؟ چرا آب شور داره بگم آب شیرین داره میفروشن؟ بقیه شهروندان هم هر یک به نحوی نسبت به بی‌تفاوتی جمهوری اسلامی ناراضی‌اند. این تصویری که شما الان مشاهده کردین، لوله‌ای که داره از طرف آبادان به عراق میره که متاسفانه آب خوردن ندارین. واقعا آبادان و خرمشهر آب خوردن ندارن. آب واسه حموم کردن، آب شور داریم استفاده میکنیم. این آب شیرینی که از این لوله رد میشه میره واسه اماره عراق که آب شیرین رو دارن میفروشن و مردمای ایران، مردمای خوزستان بدبختی تو او 8 سال جنگ کردن، 8 سال بهترین کسانشون از دست دادن به خاطر همین سرزمین که الان متاسفانه واسه آب خوردن موندن. دارن از آب کارون براشون، آب گلالودی که الان ته کارون مونده، دارن از اونجا آب تصفیه براشون میکنن که واقعا خوردن نداره براشون میفرستن و آب شیرین لوله که از کنار خونه هاشون رش شده رفته واسه عراق. خدا خوشش میاد اینجوری للهن؟ شهروندان خوزستانی میگویند حتی آب شربی که بابت آن از مردم پول میگیرند غیر بهداشتی و شور است. الان نزدیک 2 ماه شاید هم بیشتر آب آبادان خیلی شور شده و خیلی هم قطع میشه. تو گزارش خود خبری شبکه آبادان هم گفته بودن که آب آبادان اصلا قابل استحمام نیست، واسه شستشو هم خوب نیست. هم تصفیه های خونگی جواب نمیدن و هم اون تصفیه خانه های بزرگ که تو سطح شهر هست، مردم بقولن آب شربشون اونجا صف میگیرن، چون آب لوله آبادان قابل شرب نیست، آب شوره کلا. ولی تو این 2 ماهی که من عرض کردم خدمتون خیلی شوریش خیلی زیاد شده و خیلی هم قطع میشه. به خاطر همین مردم آبادان رفتن روبروی اداره آب آبادان و میخواستن حقشون رو بگیرن. چنین شرایطی باعث شده روز چهارشنبه امروز مردم آبادان مقابل اداره آب تجمع کنند. خوزستانی ها به صدای آمریکا گفتند در این شرایط ناگوار صدا و سیمای جمهوری اسلامی سکوت کرده و مقامات دولتی هم کماکان پاسخگو نیستند. به همین دلیل مردم در صورت عدم پاسخگویی مسئولین حرکت های اعتراضی بیشتری را انجام می دهند. علی جوانمردی، صدای آمریکا.